بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در هر جای جهان که میشنوند. خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم که بازم دعوت ما رو میپذیرید و امیدوارم که در این روزهای بسیار سخت که همه ما در همه بشریت تقریبا درش گرفتارن و در زندان خانگی، در حصر خانگی هستیم، شما و خانواده محترم هم شاد و سلامتیم. شکر، لطف خداوند، شاد و سلامتیم و کماف سابق در حصر خانگی. آقای بنی‌صدر، پیش از این که در مورد مسائلی که امروز برای خدمتون گفته کنیم ادامه بدم، میخواستم که در گذشت دوست بسیار عزیز مشترکمون آقای باقر سلامی رو به شما و همه دوستانمون تسلیه درش کنه. بله، یک دوست بسیار گرانقدری از میان ما رفت. همینقدر عرض میکنم که اون آدمی بود معنوی و به همین دلیل توانست 40 سال در غربت با سختی معیشت بر اون خط و ربط استقلال آزادی ثابت قدم بماند. با دوستان خود وفا کرد، صفا کرد و هیچ کس از دوستان جور که من مطلعم کمترین نقاری با او پیدا نکرد و این هنری بود که او داشت. امیدوارم اون روز که مردم ایران استقلال و آزادی باز می‌یابند، این نوع زندگی به ایران بازگردد و ایران سرای زندگی در استقلال و آزادی بگردد. آیا شد این شروع این بیماری کووید 19 و عواقبش که همه شاهدش هستیم برای همه روشن ساخت که وضعیتی که قدرت در سطح جهانی و به صدا ایجاد کرده تقریبا شکست خورده به طور کامل. انسان هیچ جایی در این مجموعه به نظر میاد که نداره، هیچ ارزشی براش قائل نیستن. باعث شده که اندیشمندان گوناگون در جاهای مختلف دنیا از پایگاه‌های مختلف، جایگاه‌های مختلف و عقیدتی به این واقعیت که جهان بعد از کرونا جهان دیگری باید باشد و خواهد بود پرداختن. شما هم به یه وضعیت سنجی منتشر کردین 2-3 روز قبل در همین رابطه، یک مصاحبه هم با رادیو عصر جدید داشتین 1-2 روز قبل، بخشی از ابعاد این مسئله پرداختین، از جمله در مسئله قرنطینه و رابطهش با فرهنگ، مسئله استقلال و جهانی شدن، وضعیت اقتصادی. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مطلب که نقش تمایلات سیاسی سگانه به خصوص که شما راجع بهش صحبت میکنین چیست و چه باید باشد و چه تغییری باید بکنه، راهکارهایی که پیشنهاد میشه و راهکار پیشنهادی شما چیست، و از همه مهمتر این که نقش وجدان عمومی به حقوق انسانها و کرامت انسانها چه خواهد بود، چه باید باشه؟ بله، عرض کنم که متفکران فرانسوی از فیلسوف و جامعه شناس و حقوقدان و سیاست شناس و نا یک هشدارنامه‌ای به تاریخ 2 آوریل انتشار دادن، شامل و دیگرانی هم در مصاحبه ها شرکت کردن، از جمله آقای پیکتی، همین که 2 کتاب معروف نوشته، و یه اقتصاددان دیگه. در مجموع 11 راهکار پیشنهاد میکنم و ما چون وقتمون نیم ساعت هست نمیرسیم یک به یک اینا رو توضیح بدیم، ولی خب فهرستوار میشه خوند. اول اینکه این انرژی که در حال حاضر از نفت، زغال سنگ، اتم، گاز حاصل می شود، این برق، این نیرو، میگه این دیگه باید به این پایان داد، برای اینکه محیط زیست در حال مرگه و همین مدتی که قرنطینه بوده معلوم میکنه که فرق زندگی چقدر کیفیتش تفاوت بوده. حتی میگن 100,000 نفر از مرگ نجات یافتن برای همین تحول، این به اصطلاح کمی سالم‌تر شدن هوا. این 1. 2. میگه اولویت ها باید تغییر بکنن.
یعنی چه؟ یعنی که در اون چه به خدمات مربوطه، بهداشت، آموزش و پرورش، اینا باید تقدم پیدا کنن، و در اون چه به تولید مربوط می شود، تولید کشاورزی و تولید صنعتی به ترتیبی که محیط زیست را آلوده نکند پاسخ بده به نیازهای اساسی. یعنی تولیدهایی که پاسخ نمیده به نیازهای اساسی، اینها متوقف بشه. عرض کنم که دانش و فن میگویند و به درست، این که ما سالهاست که خاطر نشان میکنیم به هموطنانمون، این هم با قدرت استبداد فراگیر جوره، یعنی اونجا کاربرد داره، چون که الان در رژیم ولسفقیه هم کاربرد داره، هم در یک نظام اجتماعی سالمی که انسانها یک دیگر دوست باشند، با هم به حقوقشون عمل کنند و رابطه ها رو با حقوق تنظیم، با اون هم جوره. این دومیست که باید کرد. اون اولی کار رو به اینجا رسونده، ترکیب برای قدرت کار رو به اینجا رسونده، ادامه پیدا کنه زندگی رو از روی زمین بر می دارد. عرض کنم به شما، و باز می گویند که این کار، کار انسان، این رو سرمایه‌داری ناچیز کرده در هزینه. صحبت وقتی کار می شود میگه هزینه چقدر بر می داره، و باید کاری کرد که این هزینه به حداقل برسه، یعنی کار انسان رو جانشین کنه مثلا با این آدمک ها. و وقتی صحبت از یک کارفرمایی بنگاه اقتصادی می شود، این به سرمایه تعریف میشه نه به کار. حالا باید که، حالا که ما میفهمیم ارزش کار، ارزش انسان، ارزش اول هست، این باید برگرده دوباره بشه بنگاه اقتصادی که تعریف میشود به کار. عرض کنم که و باید از تولید و مصرف انبوه کاست و آورد تولید و مصرف رو در حد نیازهای اساسی که انسانها فرصت پیدا کنن، فراغت پیدا کنن، به کارهای مهم دیگر بپردازن. و باید سرمایه گذاری ها و جهت یابی آنها رو نه قوای جباری که اسمش هست بازار و اون بازار حاکمن، بلکه خود انسان ها تعیین کنن، شهروندان بگویند که در چه جاهایی و به چه مقدار برای چه مقصودی باید سرمایه گذاری کرد. و میگویند که مؤسسه های مالی و پولی که همکنون بر اقتصاد جهان حاکمن و اختیارشون دست این ماورای ملی هاست، اینا باید اختیار از دست اونها در بیاد، در اختیار اجتماعی بشوند، یعنی در اختیار شهروندان قرار بگیرند. اونها بگویند اینها چه فعالیت هایی باید بکنند، در چه هدف هایی. عرض کنم که و اقتصاد میگه باید دموکراتیزه بشود، یعنی هم بنگاه های اقتصادی به ترتیبی که به شیوه دموکراسی اداره بشود، یعنی کار کنن در اداره اون نقش پیدا کنن، و هم فعالیت های این بنگاه ها به لحاظ کمیت و کیفیت با خواستا یعنی نیازهای اساسی جامعه انطباق پیدا کنن. و بالاخره استقلال در تولید فراورده ها و تدارک خدماتی که نیازهای اساسی انسان رو برمی آورند، چون در حال حاضر می بینن که مثلا فرانسه جایی این ماسک نداره، عرض کنم که امروز و فرداست که برای قرص اینا هم کمبود پیدا کنن، چون اینا در چین و هند تولید می شوند، و حالا اینا متوجه می شوند که در اون چه به نیازهای اساسی مربوط می شود، یک کشور نمیشه وابسته به دیگران باشه. و نباید، و سخن اساسیشون این، نباید ما مثل 2008 سرمایه داری و شکسته را نجات بدهیم، باید دنیا را از سرمایه داری و شکسته نجات بدهیم. خب حالا اینا رو کی بکنه این کارا رو؟ میگن دولت با ساختاری که اکنون دارد قادر به این کار نیست. بگی آقا شما این، چون الان یه وضعیت اقتصادی شده که سابقه نداشته دیگه، حالا همه بیکاری چقدر، رکود چقدر، و اینا رو بخواد دو به دولت با ساختار کنونی بگی اینا رو تدارک کن،
همون کار میکنه که در بحران اقتصادی 2008 کرد، یعنی پولا رو میده به پولدارا و عسرت و تنگدستی رو میده به زحمتکشا و مردم پایین بسیار متوسط و قشرهای پایین تر از متوسط. باز چند سال دیگه وضع بدتر میشه. آره این دفعه اینا هشدار میدن که حواس جمع کن، اون بعدی که میاد دیگه این فرصت هم بهت نمیدهد. حالا در این فرصت محترمه شد. پس باید ساختار دولت تغییر بکنه. این حرف اونا. خب حالا کی تغییر بده اینو؟ اینجا در کشورهای غربی، حالا در جاهای دیگه دنیا هم تقریبا همینطوره. سه تا تمایل عمومی وجود داره. یه تمایل چپه، یه تمایل راسته، یه تمایل راست افراطیه. خب حالا دولت ها چون تصدی میکنن کارهایی که تا حالا نمیکردن، اون حرف چپ به کرسی نشسته که میگفته دولت باید در خدمت تدارک کنه خدمات رو برای جامعه و سازمان بده فعالیت های صنعتی و کشاورزی رو به ترتیبی که با این صورتی که خوندم انطباق پیدا کنه. خب از لحاظ تمایل این جهت، آقای ترامپ داره همین کارو میکنه. همین ترامپی که با سر این بیمه که اوباما وعد کرده بود اون بازی علمشنگر رو راه انداخته بود، حالا خودش شده مثل یه دولت چپ داره عمل میکنه. اما یه وقت هست که جامعه درست نمیفهمه وضعیت چیست، خودشو با یه خطر رو برو میبینه و میبینه یه آدمی هر روز میاد اونجا تو تلویزیون امریکا و این کار کردیم اون کار میکنیم و به این تشر میزنه به اون توپ میبنده، میگه چین تو مقصری. جامعه ممکنه که به این نتیجه برسه که جلو این خطر، این که داره کارهایی که اون چپی ها میگفتن که میکنه، توپش هم که پره، خب اینو بهتره نگه داریم. پس راست افراطی همچنین است که میدان بگیم از میدان به در رفته، این کرونا اونا رو از میدان به در برده. من امکان اینه داره که سوء استفاده هم بکنه از این وضعیت اگر جامعه متوجه عمق خطر نشود. پس یه خط این راست میانه این موقعیت داره، در کوتاه مدت میتونه استفاده کنه از وضعیت. حالا اون رقیب آقای ترامپ در امریکا بتوانه تا وضعیت انتخابات به این جامعه حالی کنه آقا این کرونا مال قدرت است، قدرت یا اقتدارگرا مثل آقای ترامپ یا اقتدارگرا غلیظ‌تر از این مثل رژیم چین، اینها با هم بی‌کفایتن هم بی‌نظمن و نتیجه این که جهان مبتلا کردن با همچه وضعیتی. بخواهی از این بیای بیرون باید که تو عوض بشی، تو یعنی مردم. آره بتونه خودش اولا به این متقاعد بشود، ثانیا جامعه رو متقاعد بکند، زمان میبره. خلاصه چپ در کشورهای اروپایی، در اسپانیا چپ حکومت میکنه. اگر موفقیت حاصل بکنن در مدیریت این بیماری، این احتمالی که چپ در جاهای دیگه کشورهای دیگه اروپا هم توانایی پیدا بکنه برای مدیریت دولت بیشتر میشه، البته شرطی که بتونه تمایل‌های مختلفش با هم همگرایی کنه. خب راست هم این در آلمان راست حکومت میکنه، البته ائتلاف راست و حزب سوسیالیست. در ایتالیا هم همچی تقریبا همچه حرفیه، اگر اونها توفیق حاصل کنن اون هم همین احتمال داره که داره. ولی اینا راه حل‌های موقتی. چرا؟ برای اینکه اصل قضیه اینه که این جهان در یک نظام زندگی میکنه، بخشی از این نظام در موقعیت مسلطه مثل امریکا، اروپا، حالا هم چین هم مخابه اینا بپیونده، بخش دیگرش در موقعیت زیر سلطه است. این نظام یه پویایی ها داره که اون پویایی ها منجر میشه به پویایی مرگ، همین که هشدار حالا میدن که جهان با خطر مرگ روبروست، یعنی عواملی و نیروها رو جهتی میده بهش که این ویرانگره، محیط زیست خراب میکنه، عرض کنم که مخدرها رو، انسانها رو به مخدرها مبتلا میکنه و منابع زمین رو از بین میبره، نیروهای محرکه رو تخریب میکنه
انسان یه وقت به خودش میاد میبینه که ای داد و بیداد دیگه در روی این زمین نمیتونه زندگی کنه. ها این از این نظامه که باید خارج شد. این مسئله هنوز توی ذهن متفکرها به این روشنی که من توضیح دادم نیامده، چون اینا در موقعیت مسلط. ولی آقای بنصر حتی این رابطه سلطه در جوامع غربی مسلط هم به طور جدی داره فجایعی به باد میاره که به ویرانی و مرگ منجر میشه. همینطوره دیگه، میگم این پویای مرگ اختصاص به زیر سلطه نداره. اتفاقا الان ما ببینیم کرونا همین ویروس توی غرب بیشتر کشتار میکنه. بله شیوه زندگی اینا چوریش که در اینجا کارایی اون ویروس کارایش بیشتر شده. خب حالا پس باید از این نظام بیرون آمد. چگونه بیرون بیای؟ اینجاست که راهکار جدید پیشنهاد میشه. اون راهکار جدیدی که ما از پیش از انقلاب ایران پیشنهاد میکنیم، اصول راهنمای انقلاب ایران اون راهکاره. یکی از اونها حقوق انسان بود. حالا که بعد آمدیم و حقوق پنجگانه به مردم ایران پیشنهاد کردیم، قانون اساسی بر پایه اون حقوق پیشنهاد کردیم، برنامه عمل پیشنهاد کردیم. اینجا 11 بند ما در 4 بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به تفصیل گفتیم اینه، وضعیت اینه، راه‌حل‌ها هم اینه. خب یعنی چه این؟ که حالا اینا هم به همون راه آمدن. یعنی آقا دنیا در برابر یه مسئله قرار گرفته، مسلط زیر سلطه در برابر پویایی مرگ قرار گرفتن، باید در زندگی برخیزند و از این رابطه بیان بیرون. بخواب بیا بیرون بدون پایین نمیشه. پایین هم چه؟ یعنی جمهور مردم. چرا؟ ببینید میگن که این سه تمایلی که گفتم اینا چشمشون از پایین به بالاست، یعنی حواسشون پیش اینه که چگونه رأی مردم به دست بیارن که دولت رو در اختیار بگیرن. پس به مردم به عنوان مشتری نگاه میکنن. کالایی که به مردم عرضه میکنن اون برنامه هاییست که وقت انتخابات میان میگن ما بیایم این کارا رو میکنیم. حالا جوری اینه معرفی کنن و به کلک و دروغ و راست و جوری که مردم رو یه اکثریت به دست بیارن، مثل آقای ترامپ هر روزم هر چی دروغ لازم باشه میگه، چون به مردم به عنوان مشتری نگاه میکنه. نه، یک نگاه دیگه ای میخواد به پایین، یعنی کسی که خود متوجه میشود حقوق ذاتی حیات دارد، این حواسش از اون به بالا باید برگردونه به مردم که اونها هم وجدان پیدا کنن که این حقوق را دارن. قرار بود انقلاب ایران اینجور باشه دیگه. تا وقتی هم که به پیروزی رسید که جنبش همگانی بود همینطور بود. بعد به محضی که صحبت دولت شد دوباره نگاه از پایین رفت به بالا. اون کسی که قرار بود که این نگاهش از مردم بر نگیرد زودتر از همه نگاه به بالا کرد. یه دفعه همه غافلگیر شدن، امضا کرده فرمانده کل قوا روح الله الموسوی الخمینی. این جامعه متوجه نیست، علت این است. ولی اون انقلاب کار عظیمی بود. این کاری که امروز متفکران ازش حرف میزنن قرار بود اون روز در ایران انجام بگیره. و اگر ایران از نظام مسلط زیر سلطه بیرون آمده بود، نه تنها ایران، نه تنها منطقه ما، بلکه جهان جهان دیگری بود. برای که ما به عنوان الگو و بدیل یک نقش اساسی پیدا میکردیم. حالا توضیح این که روشن شد که مهم چقدر اهمیت داره نگاه به بالا باشه یا به پایین، بگیم که چرا بدون اینکه جمهور مردم وجدان پیدا کنن این ممکن نیست. برای اینکه وقتی میگیم که بالا پایین، یعنی اون بالا یعنی نخبه ها حاکمیت پیدا کنن بر پایین، این هم قدرت دیگه، یعنی رابطه را از بالا تا پایین قدرت تنظیم کنه. یعنی ببینید تو همین نظامی که هست پس تغییر نمیشه. همین از این چیزا هی فهرست کن، وقتی پای عمل میرسه قابل عمل نیست، چون اون پایین نمیدونه که حقوق داره، وجدان به حقوق نداره، به عمل به حقوق هم نمی کنه، تنظیم رابطه هم به حقوق نمی کنه.
غالب رابطه هاش با قدرت میشه اونم از بالا به پایین. الان ما میبینیم که و از بالا به پایین به طور اشتراب ناپذیر به تمرکز و تراکم قدرت میانجامه و این رابطه درسته، برای که میره اون بالا باید برای که اون بالا باید که این پایین رو به اصطلاح مهار کنه، راه ببره، یعنی اعمال قدرت بکنه. و قدرت یک نکته بسیار مهم، چون ما میشنویم که قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق می آورد، حالی که اینجور نیست. قدرت اصلا فساد ذاتشه، برای اینکه زور تنها رو نمیشه به کار برد، زور با فساد باید به کار برد. این دوتایی با هم به کار میره، چون با هم به کار میره رابطه بالا پایین قطعا فساد آمیز و زور هم که هم تخریب میکنه هم فاسد میکنه. الان ایران رو نگاه کنید، اینکه ولایت مطلقه قطعا نمیتواند حکم اسلام باشه به همین دلیله، چون شما میگی ولایت مطلقه یعنی این آقا بصیرت دارد بر جان مال ناموس مردم، یعنی اختیار داره اعمال قدرت کنه، اعمال زور کنه. اعمال زور بدون فساد ممکن نیست. پس فساد در ریشه یعنی این، ایشون روزمره این از بالا تا پایین فساد اعمال می شود، میشه این جامعه که الان شده. علاج هم ندارد، این نیست که با چند نفر بگیرن آقا شما دزدی کردید اختلاس کردید قضیه حل میشه. در هر رابطه قوایی فساد به کار میره. الان شما نگاه کنید یک کسی بخواه یه دروغ ساده بگه، این دروغ فساد خودش، فرید میده دیگر زوره، پس هم فساد هم زوره. هر کس میخواه هر روز امتحان کنه ببینه همجوری یا نه. میخوای فساد نباشه زورم نباید بگی، دروغ نباید بگی، گفتی زور هم زور گفتی هم فاسد کردی. خب پس این نظام بخواد تغییر بکنه، پایه یعنی بدنی جامعه، قاعده جامعه میباید تغییر بکنه تا بتونه تغییر بده. تغییر بکنه چجور؟ یعنی وجدان پیدا کنه، آقا من این حقوق رو دارم، خانم من این حقوق رو دارم، ذاتی حیات من هست و به این حقوق عمل کنه. اون وقت میشن با هم اینجوری که ضد هم هستن میشن اینجوری رفیق هم، وقت فضا باز میشه. من این مشغول کتاب استقلال و آزادی هستم، به مناسبت گفتم ببینم این در سابق قول مارکس و راجب آزادی پیدا کرده بودم، در کارهای پیش آورده بودم، این بار گفتم ببینم دوباره ببینم این حرف دیگه داره. دیدم در کتاب مسئله یهود کسیون جویف آره یه صحبت جدید میکنه در انتقاد این لیبرال ها، میگه آقا تو میگه آزادی هر کس تا جایی که آزادی دیگری از اونجا شروع میشه نامربوط، میگه این تعیید این آزادی نیست، این جبره. آزادی هر کسی رو آزادی دیگری متحقق میکند. اینو مارکس گفته ها؟ آه بله بله بله. از خودم پرسیدم گفتم که مارکس 50 سالی میگه اون نمیدونستیم آقای مارکس هم اینه گفته قبل از ما. این مارکسیست ها ایران اگر همین رو میفهمیدن از مارکس رو به همین ترتیب عمل میکردن وضعیت ایران چگونه میشد امروز؟ اصلا مسئله دنیا چجوری میشد؟ واقعا توجه میکنی؟ اینجوریه، یعنی اگر وجدان به حقوق باشه آزادی هر کس آزادی دیگر رو بس میده، دانش هر کس دانش دیگری رو بس میده، استقلال هر کس استقلال دیگری رو بس میده، اون وقت مدار انسان، مدار مادی معنوی باز میشه. ببینید این مدار که مادی شد، از زندگی مادی شد، این غرب الان گرفتار همینه دیگه، بقیه دنیا هم همین گرفتار کرده. مدار که بسته شد، این معنویت انسان نیاز اساسی داره، مدارش که بحثی خلع چی پر میکنه؟ خرافه، غیر عقلانی ها مرتب تولید میشه. حالا چه این مدار مادی باشه، خدا رو شما مادی بکنی مثل این ولایت مطلقه ما، دین رو به خدمت مادیت در بیاری، چه اصلا منکر بشه بگی اصلا خدایی نیست و غیر ماده هم هیچی نیست. در هر حال مدار که بسته شد هی خرافه تولید میشه. این که شما خیال کنید که آقای ترامپ از خرافه و
غیر عقلانی ها نمایندگی نمی کند و این یکی از عوامل ریاست جمهوریشون نبوده، خیال نادرستیه. برای که نقش اساسی داره در اینکه این همچه آدمی شده رئیس جمهور امریکا. این رها شدن از خرافه ها، از غیر عقلانی ها، خب مهمترین غیر عقلانی ها این تولید و مصرف انبوهه. اصلا هیچ عقل با هیچ عقل سازگار هست که یه ماشین همینجور تولید کنه و شما هم موظف باشه این رو مصرف کنی، چون اگر نکنی بیکار میشی، بیکار شده، مزد نداری، مزد نداری، زندگی نداری، یه مدار بسته. یکی از این مواد این پیشنهادی متفکران هم همین بود که آقا ما رو از این مدار رها کنی. خب این غیر عقلانیه، این غیر عقلانی روزمره بشر باهاش سر و کار داره و توجه هم نمیکنه. بخواد از این غیر عقلانی رها بشه، اون وجدان به حقوق لازمه، اون مدار باز لازمه. انسان نیازهای معنوی داره، دوست داشتن، عشق ورزیدن مادی نیستن، اینا معنوی هستن. اگر شما مدار بستی سر مال نمیشه دوست شد، اگر هم شرکت کردی مدار بسته بود و سر هم کلا میذارید، اون مدار باید باز باشه تا بتونی با هم دوست بشی. و این بر میگرده به همین وجدان به حقوق، عمل به حقوق، تنظیم رابطه ها با حقوق. حالا این که الان من گفتم توی قد که اندک شمار دارن طرح میکنن که وجدان به حقوق راکار دراز مدته و اگر انسان نخواهد تن به مرگ بدهد میباید این راکار رو در پیش بگیره. من به مردم ایران عرض میکنم و به فارسی زبانهای دیگری که این بحث رو میشنوند، این حقوق پنجگانه با توجه به پویایی های مسلط زیر سلطه، با توجه به موازنه عدمی، ممکن شد به اندیشه در بیاد، به تدوین بشود، در اختیار قرار بگیره. حالا شما زحمتی که باید به خود بدید که تازه زحمت هم نیست، این که اینا رو شناسایی کنید، همین استقلال آزادی رو شناسایی کنید و بهش عمل کنید، میشید خودانگیخته. خودانگیخته که شدید به همه حقوق، چون خودانگیخته است دیگه، عمل میشود، اون وقت معنای جدیدی از زندگی میفهمید. من به شما بگم زندگی من در حصر در این طولان دوران طولانی و همسر من کس کار من شیرین گذشته است، دروغ نگفتم. به لحاظ اینکه این مدار بازه و ما وجدان داریم به حقوق، به اون مقدار که عمل میکنیم به حقوق شادیم. امیدوارم که شما هم چنین بکنید و همواره شاد و پیروز باشید. خیلی سپاسگزارم و اجازه میکنم که از اونجایی که این مسئله خیلی خیلی مهم است بازم در این زمینه مزاحمتون بشیم و با گفته بکنیم. حتما. خیلی ممنون از وقتی که ما دادید.